ناصر پاکدامن به گمان من پژوهشگر و نویسنده منحصر به فرد بود. او بی اغراق شاید یکی از نادر روشنفکران ایرانی بود که از جوانی نه فقط از کار سیاسی ربایی نداشت، بلکه اون رو منبع مهم الهام و فعالیت‌های نظری خودش در حیطه تاریخ معاصر ایران میدونست. هرچند میدونیم رشته مطالعات دانشگاهی ناصر پاکدامن از جوانی اقتصاد و جامعه شناسی بود، اگرچه در سالهای اخیر در واقع اغلب تماس‌های من با زندیات ناصر پاکدامن بیشتر به گفتگوهای تلفنی محدود می‌شد، اما تقریبا به یاد دارم که گفتگوهای ما همواره حول مسائل روز ایران و تاریخ معاصر ایران صورت می‌گیره و به این مناسبت او همواره در واقع نکته سنجی و دقت‌های بی‌نظیری که در هیچ کتاب تاریخی معاصر پیدا نمی‌شد از خودش نشون می‌داد. ناصر پاکدامن به نظر من شنونده بسیار دقیق و نکته سنجی بود و باید با همین دقت هم در با او در مورد مسائل صحبت می‌کرد. او همونطور که خدمتتون عرض کردم از نادر روشنفکران همه‌جانبه نسلش هم بود و ما شاید اکنون با مرگ او با یکی از شاخص‌ترین بازماندگان این نسل داریم وداع می‌کنیم. کیته اصلی تحصیلات او اقتصاد و علوم اجتماعی بود، اما به نظر من تاریخ ناصر پاکدامن در زمینه تاریخ معاصر ایران شاید بهتر از بسیاری از مورخان طراز اول کشورمون نگاه و تلقی منحصر به فردی به مسائل ایران داشت. پاکدامن سوسیالیست بود بیان که در هیچ یک از قالب‌های شناخته شده چپ در ایران جا بگیره، به دلیل تحصیلات دانشگاهیش در فرانسه در سالهای 1950 و دسترسیش به منابع دست اول و انتقادی، پاکدامن هرگز به رغم چپ بودن در دام افکار جذب‌گرایانه نیفتاد. او همونطور که میدونید بعد از پایان تحصیلاتش در فرانسه در نیمه دوم سالهای 1340 به ایران برگشت و علاوه بر تدریس در دانشگاه سرپرستی نشر کتاب‌های انتقادی در حیطه اقتصاد و جامعه شناسی رو داشت. آقای اعتمادی جمله نویسندگانیه که به جای سخن گفتن خیلی کوتاه، چون ما وقت محدودی داریم، میخوام درباره فعالیت‌های فرهنگی آقای پاکدامن در فرانسه به طور مشخص و زمینه‌ای که برای نویسندگان در تبعید به وجود آوردن کمی بیشتر توضیح بدید و دفاع از آزادی بیان و اندیشه در زندگی حرفه‌ای آقای پاکدامن رو چطور میشه توضیح داد؟ خیلی کوتاه محبت کنید. ببینید همونطور که در ابتدا در برنامه خودتون توضیح دادید، ناصر پاکدامن از جمله به همراه آقای محسن یلفانی از پایگزار نشریه چشمانداز بود و این نشریه رو طی سالها منتشر کرد و به گمان من یکی از اسناد بسیار با ارزش فعالیت‌های فکری و روشنفکری ایرانیان در تبعید. کتاب او به نظر من ادامه دهنده بعد از نهضت مشروطه در ایران شخصیت‌های مهمی نظیر احمد کسروی و در واقع صادق هدایت که مطالعات ارزنده خود آقای پاکدامن به اونها اختصاص داد، یعنی کسانی که در حقیقت مذهب و تعصبات مذهبی و مشخصا روحانیت شیعه رو یکی از موانع اصلی یا شاید مانع مهم اصلی راهیابی ایران به تجدد میدونستن همانند آقای ناصر پاکدامن. ناصر پاکدامن در پیکار با سانسور از اولین سالهای جوانی هرگز دست نکشید. او از پایگزاران اصلی کانون نویسندگان ایران بود. بیش از اون که ناصر پاکدامن سخن بگه، ناصر پاکدامن اهل نوشتن بود و اون چه که با وسواس بسیار از او انتشار یافته بخش اندکی به نظر من از دست نوشته های ناصر پاکدامن که هنوز منتشر نشده و امیدوارم پس از مرگ ایشون دوستان ایشون بتونن این دست نوشته ها رو به مرور منتشر بکنن. سپاسگزارم آقای ناصر اعتمادی، خبرنگار رادیو فرانسه، دعوت ما رو پذیرفتید.